همکارم بردیا افشین از محل برگزاری این نشست در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با ماست. بردیا، به نظر میرسه طی دو روز گذشته به طور مشخص وضعیت حقوق بشر در ایران در این نشست بسیار مورد توجه بوده. چه جزئیات بیشتری میتونید در اختیارمون قرار بدید؟ طی این دو روز توجه خیلی ها به یک نشست دیگه هم معطوف بوده و اون مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر که طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد. یکی از رویدادهایی که در تقویم سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جا داره اما مهمترین رویداد نیست، توجه ها رو اونجوری جلب نمی‌کنه، اما این بار به خاطر اینکه ریاست اون رو جمهوری اسلامی بر عهده داره، ریاست مجمع رو، توجه ها بهش جلب شده، به خصوص از سوی فعالان حقوق بشری، نهادهای حقوق بشری غیر دولتی، و اونها معترضن به این ریاست به خاطر اینکه اینجا به خصوص در همین ساختمون در مقر سازمان ملل در ژنو بارها طی خصوصاً 15 ماه گذشته جمهوری اسلامی بارها متهم شده به نقض فاحش حقوق بشر، به خصوص از سوی خود شورای حقوق بشر. بر همین این اعتراض ها وجود داشت، اما همزمان با برگزاری مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مشاهدیم که سه تا گزارش متنوع منتشر شده که گزارش های قابل توجهان. روز پنجشنبه ما شاهد انتشار گزارش تازه دبیر کل بودیم، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش خودش رو تقدیم به مجمع ملل متحد کرد. این گزارش تاییدی تقریبا بر اون چیزی که اواخر بهار امسال منتشر کرده بود که طی اون گفته بود در سایه کشته شدن مهسا جینا امینی و اتفاقهای پس از اون وضعیت حقوق بشری در ایران بغرنج تر از قبل شده. این گزارش تاییدی بر اونه، اما ادبیاتی متفاوت داره، تحکیم بیشتری در توصیه هاش داره و در این حال ابراز نگرانی بسیار عمیق تره و یک نکته کلیدی داره و اینکه در واقع جمهوری اسلامی رو از رأس، از علی خامنه‌ای به پایین متهم میکنه به اینکه از امنیت ملی به عنوان یک ابزار سرکوب چه آنلاین چه آفلاین استفاده میکنه. همزمان هم توی این دو روز ما شاهد این بودیم که گروهی از کارشناسان برجسته سازمان ملل متحد یک اعلامیه رو منتشر کردن که بهانه انتشار این اعلامیه کشته شدن آرمیتا گراوند بود، این نوجوان 16 ساله ایرانی، و اونها گفتن که این اتفاق وحشت زده‌شو میکنه، شبیه کشته شدن مهسا جینا امینی دونستن و گفتن که جمهوری اسلامی همچنان ادامه دهنده اون راه قبلی خودش، قوانین تبعیض آمیز رو اعمال میکنه علیه زنان، قوانینی که حقوق اولیه اونها رو نادیده میگیره و خب عملا یک تبعیض جنسیتیه که و اون کسایی هم که آزار جنسیتی به این نیمی از جامعه میدن در واقع مسئولیت هم دارن. این گزارش شدیدالدهن بود و توصیه‌های زیادی به توصیه‌های باز هم با تحکیم به جمهوری اسلامی کردن، از جمله حذف قوانین تحمیلی پوششی، از جمله پوشش اجباری حجاب. اما گزارشی که خودت بهش اشاره کردی در واقع سومین گزارش جالب توجه تو این دو روز گذشته بود که این هم توصیه های جالب توجهی داره. باید تاکید کرد که در واقع این کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته کارشناسی، اونها هم برای بعد از نزدیک بیش از یک دهه بود که از جمهوری اسلامی خواسته بودند که وضعیت حقوق بشر رو برای اونها تشریح کنه، اونها طی رفت و برگشت توصیه های خودشون دادن و این توصیه آخری خودشون پر است از نکات برجسته و نکات بسیار قابل تأمل. ممنونم از تو همکارم بردیا افشین از مقر سازمان ملل متحد در ژنو.